بیمارانی که به ما مراجعه میکنن ممکنه بره دندونهای جلوشون فاصله وجود داشته باشه. حالا اصطلاحاً مردم میگویند که روزی این فرد زیاده وقتی که بین دندون‌ها فاصله است. البته خود بیمار از این ناراحته به خاطر اینکه غذا بین دندون‌ها گیر میکنه، در واقع لثه در اونجا تحلیل میره، باعث آزار بیمار میشه، ممکنه بیمار درد داشته باشه. و از سوی دیگه وقتی بیمار میخنده اون فضا دیده میشه و اصلا بیمار از این ناراضی است. تلفظ بیمار دچار مشکل میشه، بعضی حروف رو نمیتونه بیمار با وجود این فضا بره دندان‌ها در واقع تلفظ بکنه. تو دانشگاه به دانشجوانمون میگوییم که اگر بیماری با این شرایط به ما مراجعه کرد کاری نکنیم تا رویش دندان‌های نیش، یعنی وقتی نیش ها رویش پیدا میکنه، نیش دندان شماره 3 به دندان شماره 2 فشار میده، 2 به دندان شماره 1 که همون دندان‌های 1 دندان‌های جلو هستن فشار میده و فضا بسته میشه. حالا اگه دندون نیشی در آمد و این فضا ایجاد شد چه کنیم؟ مثل این بیمار اینجا ما وایستادیم، نیش در اومده ولی این فضا بسته نشده، حالا دیگه با ما باید وارد عمل بشویم که در واقع اون فضا رو براش یه کاری بکنیم. آقای دکتر اینشون چند سالشون بوده؟ ایشون الان 13 سالشون بوده. بله. چون نیشا 12 سالگی رویش پیدا میکنن، این وایستادیم تا نیشا رویش پیدا کنن، با رویش نیشا و یک مقدارم بازم وایستادیم تا ببینیم فضا بسته میشه و بسته نشده. بله.